سرخط تازه ترین خبرها. جنگ میان افراد ملامنان نیازی و طالبان در هرات ده ها زخمی و کشته بر جای گذاشت. و همچنان منابع: پاکستان در مبارزه با داعش طالبان را کمک می کند. و همچنان جواب دندان شکن طالبان به امام خامنه ای. و همچنان رئیس یوناما برای فعال شدن دوباره سیستم بانکی در افغانستان خبر داد. منابع تازه گفتند که پاکستان در مبارزه با داعش طالبان را کمک می کند. یکی از رهبران طالبان تاکید دارد که پاکستان برادر ما است و این کشور در بخش‌های مختلف از این گروه حمایت می‌کند، از جمله اشتراک‌گذاری اطلاعات در خصوص گروه تروریستی داعش. با گزارش سپوتنیک، پاکستان در مبارزه با گروه داعش طالبان را همکاری می‌کند. روزنامه واشنگتن پست روز شنبه به نقل از دو نماینده طالبان این خصوص نوشته است. این روزنامه به نقل از یکی از رهبران طالبان می‌نویسد که پاکستان از طریق کانال‌های غیر رسمی برای انتقال اطلاعات و ارائه حمایت‌های فنی در مبارزه با گروه داعش استفاده می‌کند. دولت پاکستان طالبان را در ردیابی تماس‌های تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی‌اش با نظام داعش کمک می‌کند. این رهبر طالبان تاکید دارد که پاکستان برادر ما است و این کشور در بخش‌های مختلف از این گروه حمایت می‌کند، از جمله اشتراک‌گذاری اطلاعات در خصوص گروه تروریستی داعش. او می‌افزاید که اگر آمریکا و شمار دیگر از کشورهای جهان اطلاعات داعش را در اختیار آنان قرار دهند، می توانند این گروه تروریستی را در عرض چند روز شکست دهند. یکی از نمایندگان وزارت خارجه پاکستان که نخواست نامش فاش شود، با این روزنامه آمریکایی می گوید که این یک ارتباط غیر رسمی است و در مورد هیچ مشارکت مستقیم برای تبادل اطلاعات نیست. او تاکید دارد که اسلام آباد و طالبان در خصوص مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. این نماینده گفت نمی‌توان همکاری با کابل را رد کرد. نه تنها پاکستان بلکه سایر کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران نگران داعش می‌باشند. به همین دلیل می‌توان در زمینه مبارزه با تروریسم در سطح منطقه‌ای تفاهم داشت. واشنگتن پست خاطر نشان می‌کند که ترس آمریکا و شمار دیگر از کشورهای جهان مبنی بر این که اگر طالبان نتوانند جنگجویان را مهار کنند، افغانستان دوباره ممکن پناهگاه تروریست‌ها مبدل شود. ظاهرا پاکستان به گونه مستقیم در مبارزه با داعش طالبان را کمک می کند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان می گوید که این برای گروه داعش تهدید جدی نیست. ما این را یک مشکل عمده نمی دانیم. بنابراین برای حل این مشکل نیازی به کمک خارجی نداریم. قابل ذکر است که گروه طالبان پس از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در کابل قدرت را به دست گرفتند. و حالا می‌پردازیم به خبر مهم دیگر. طالبان: در اجلاس تهران شرکت نمی‌کنیم. در هفته که گذشت نشست فرمت مسکو درباره افغانستان با حضور نمایندگان 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد. با گزارش سپوتنیک، در همین رابطه قرار است نشست دیگری در تهران با حضور وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار شود. زبیلا مجاهد، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، با آریانا نیوز گفته است که در نشست اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان از آدرس حکومت امارات اسلامی شرکت نمی کند. اما آقای مجاهد این نشست را برای افغانستان خوب عنوان کرده است. پیش از این روز دوشنبه سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته بود که تهران 27 اکتبر میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. و حالا می‌پردازیم به جنگ وحشتناک میان طالبان و افراد ملامنان نیازی. درگیری مسلحانه با طالبان در هرات. درگیری مسلحانه شدید در مربوطات ناحیه 15 شهر هرات جریان دارد. وحید پیمان، سردبیر پیشین روزنامه 8 صبح، در صفحه فیسبوکش نوشته است که درگیری میان افراد سابق وابسته به گروه ملامنان نیازی و طالبان در منطقه پل خیمه‌دوزان شهر هرات آغاز شده است. آقای پیمان تاکید دارند که برخی از افراد ملامنان نیازی اخیراً با داعش هم پیمان شدند. این در حالی است که چند پیش خبرگزاری آماج نیوز نیز
از درگیری مسلحانه شدید در مربوطات ناحیه 15 شهر هرات خبر داده بود. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی هست که سرپرست وزارت دفاع طالبان از ایجاد یک ارتش مجهز با سلاح‌های پیشرفته خبر داد. سرپرست وزارت دفاع طالبان تاکید دارد که هیچ جهت حق ندارد از مرزهای افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان در یک پیام صوتی میگوید که مسئولین وزارت دفاع و کارمندان این وزارتخانه به گونه درست وظایف خود را انجام دادند. او تاکید دارد که این وزارت در تلاش است تا یک ارتش مجهز با سلاح‌های پیشرفته ایجاد کند. سرپرست وزارت دفاع طالبان همچنان می‌افزاید که در کنار ارتش زمینی یک ارتش هوایی نیز باید داشته باشد. او گفت کوشش می‌کنیم ارتش را با سلاح پیشرفته آماده کنیم. همچنان در پهلوی ارتش زمینی یک ارتش هوایی نیز قوی داشته باشد و به تمام افغان‌ها اطمینان می‌دهیم که این ارتش خواهد بود که بالایش افتخار خواهد کرد و همچنان یک خدمتگار واقعی برای مردم افغانستان. و در پایان، رئیس یونامو برای فعال شدن دوباره سیستم بانکی افغانستان به آمریکا می رود. دبرا لاینز نماینده سازمان ملل در افغانستان می گوید به زودی به آمریکا سفر خواهد کرد و در آنجا برای فعال شدن دوباره سیستم بانکی افغانستان صدای خود را بلند خواهد کرد. او این مطلب را در دیدار با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بیان کرده است. وزارت خارجه طالبان شب گذشته اعلام کرد که خانم لاینز در این ملاقات گفته که به منظور فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه بر تعداد همکاران خود افزوده است. وی تاکید کرده است که به زودی به آمریکا سفر خواهد کرد و در آنجا برای فعال شدن دوباره سیستم بانکی افغانستان صدای خود را بلند خواهد کرد. پس از سقوط دولت، آمریکا ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرد و میگوید تحت هیچ شرایط این پول را در اختیار طالبان قرار نمی‌دهد. در حال حاضر افغانستان با بحران نقدینگی مواجه شده است و همچنین نگرانی در مورد ورشکستگی بانک ها نیز جدی‌تر می شود و بروز یک قحطی وحشتناک در آینده سازمان ملل متحد هشدار داده است.